برام خدا سلام، من وحید رحمانی فرد هستم و این هفتمین ویدیو از مجموعه آموزشی پروژه محور جنگو هست که از طریق کانال آموزشی وی آر اف ادویکیشن در اختیار شما گذاشته میشه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. در این جلسه قصد داریم به سراغ بخش اصلی کار که دریافت اطلاعات از سرور و نمایشون در سایت هست بریم. در بخش عملی ابتدا به سراغ سایتی میریم که میخوایم اطلاعات رو از اون واکشی کنیم و در مورد نحوه ارتباط، API اون سایت و چگونگی ساخت این API بر اساس متدهای مختلفی که وجود داره صحبت میکنیم و یکی از اونها رو انتخاب میکنیم و ریکوست خودمون رو بر اساس اون میسازیم. این ریکوست رو به عنوان یک تمپلیت فعلا در سایت خودمون قرار میدیم که اطلاعات رو برای یک نقطه مشخص از اون سایت دریافت کنیم و بتونیم روی اون ادامه کار رو انجام بدیم و واسطه کاربری سایت خودمون رو بر اساس اطلاعات دریافتی شکل بدیم، تا بعد از اون بریم در جلسات آینده قسمت سرچ کردن رو که در بالای فرم نوار مقرر داشت کامل کنیم. با ما در بخش عملی همراه باشین. خب ما تا اینجا کار تقریبا کار لی‌آوت اولیه‌مون رو انجام دادیم. حالا بخوایم مسیر رو طی کنیم، از ابتدای کار نصب جنگو شروع کردیم، نحوه ایجاد پروژه، اضافه کردن اپ به اون، ستینگ فایل هایی که وجود داره، نحوه یورل و راوتینگمون رو در جنگو بررسی کردیم، رسیدیم به اینکه چجوری تمپلیت ها رو استفاده کنیم، ساختار فایل های HTML رو مدیریت کنیم، تا برسیم به اینکه من حالا از بوتستراپ استفاده کنم و یک لی‌آوت این تیپی ارسال کردم به سمت سرور، به سمت کلاینت. خب اینجا من دیگه هلو ورلد رو نمیخوام، بعد اطلاعات واقعی هوا رو برای جایی که قرار سرچ کنم از یک جایی بگیرم و ارسال کنم که اینجا کاربر بتونه ببینه. خب اینجا میخوایم از اون API هایی که یک سایت دیگه در اختیار ما میده استفاده کنه و یاد بگیریم چجوری اطلاعات رو در قالب جیسون از یک جای دیگه در اون بکندمون بگیریم و پارسش کنیم و بفرستیم سمت کلاینتمون که حالا میشه بکندمون. خب من سایتی که انتخاب کردم سایت earnow.gov هستش. این سایت حالا یه سایت کلیه برای AQI یا همون Air Quality Index میتونه با اطلاعات کلیه رو بده بر اساس زیپ کد، حالا چیزهای مختلفی که وجود داره که اونو با هم الان میبینیم. به عنوان مثال فرض کن من زیپ کد مثلا 2002 مال 2002 مال شهر واشنگتن است، اونو میدم و یه همچین اطلاعات رو من میده. حالا اینجا یه راهنما داره که اطلاعات من در چه بازه‌هایی و چه معنایی داره: good, moderate, unhealthy، همیشه چی میگن ناسالم برای گروه‌های سنی حساس که توی رادیو میشنویم، و پایینم جداولی نشون میده که حالا من این اطلاعات رو خیلی هاش رو لازم ندارم، فقط یه کوچولو میخوام یه چند تا از اونها رو بگیرم و در صفحه خودم نشون بدم. برای این کار کافی بیام بریم داخل Maps and Data، یه بخش به نام Developers API. خب اینجا باید رجیستر کنین از قبل، که حالا من رجیستر کردم، کار خاصی هم نداره، فری هستش، میتونین رجیستر کنین، یه کد برای ایمیلتون ارسال میشه و میتونین از اون استفاده کنین. خب توی بخش وب سرویسز روش های مختلفی که من میتونم استفاده کنم رو من نشون داده. من اینجا میخوام از این بای زیپ کد استفاده کنم، همونی که صفحه اول داشتیم. حالا بای لاتیتود اند لانگیتود هم میتونه استفاده کنه، این چیزهای مختلفی که وجود داره. من اینجا داکیومنتیشن رو بزنم. خب میگه آقا شما بعد یه زیپ کد به من بدی، حالا مثالش هم میزنم که نوعش مثلا تکست، فرمتی که میخوای رو بعد بدی از این فرمت‌هایی که اینجا وجود داره، دیستنس حالا به گفته آپشنال هستش میتونین بدین یا ندین، و یه API کی. این API کی وقتی شما رجیستر میکنید در اختیارتون گذاشته میشه و خروجی رو هم برای من تولید میکنه، میگه به این شکل هستش: دیتا ابزرویشن، حالا ساعتی که ابزرو کرده، چیزهای مختلف، حالا لوکال تایم، و این قسمت رو من باهاش کار دارم برای کاتگوری نمبر که اینجا میتونیم از اون اعداد 1 2 3 4 5 6 و کاتگوری نیم هم که همون گود و مادریت و آنهلتی، چیزهای مختلف رو من نشون میده، لاتیتود لانگیتود ایسکایی که حالا اون اتفاق داره براش میفته، اینها رو من نشون میده. خب من میتونم یه کوچولو بیام اینجا تقلب بکنم، یه کوئری تول داره، میگه خب بیا چیکار کن، میگم من اطلاع در قالب جیسون میخوام برای همون 22 و دیستنس حالا 25 مایلی، میگم اون کوئری رو برای من بیلد کن. این کوئری که بچا من از اون میخوام استفاده کنم توی سایتم. خب اینجا رانو که بزنیم میگه اگه کوئری ولید باشه من این اطلاعات رو به تو میدم، که حالا بعدم توی سایتون بررسی میکنم چه اطلاعاتی هستش، همون اطلاعاتی حالا اونجا هم دیدین، فرض کن لوکال تایم رو میگه، نمیدونم لاتیتود لانگیتودی که برای اون قسمت وجود داره، ایکیو های 40 میگه، و خب میگه حالا کاتگوری که هستش عددش 1 و گود هست، اوزامون شرایط جوی خوبی حاکم هستش اینجا. خب من بچه با این API کار، اینم API کی هست که برای اکانت من تولید شده. حالا شما خودتون میتونید رجیستر کنید و تولید کنید. احتمالاً زمانی که ویدیو رو میبینید من دیگه اکانتم رو دیسیبل کردم، چیز خاصی هم نداره، خودتون میتونید تولیدش رو انجام بدید. خب برگردیم به
سایتی که داشتیم قسمت لوکاپ، اول کار میخوام وقتی که حالا سایت اومد بالا، من حالا قبل از که بخواد دکمه سرچ رو بزنه، به صورت تستینگ کار رو انجام بدیم. برای این کار توی ویوز میگم من قراره یه صفحه هوم اینجا داشتم ارسال کنم سمت کاربر، همینجا میخوام کارم رو انجام بدم. خب این ریکوست رو من فعلا پیست کنم. خب برای کار با جیسون در پایتون بعد حتما کتابخونه ایمپورت جیسون رو داشته باشه. حالا برای کار با API ها من میخوام یه ریکوست ارسال کنم یه جایی از اون حالا وب API که داره، یک ریسپانسی رو بگیرم. یه دونه چیز داریم کتابخونه به نام ریکوست که اون رو بعد حتما نصب کنیم. من سرور میارم بالا، سرورم استاپ میکنم، میگم که pip install request. خب این کتاب کنم منتظر این نصب کنه برای ما. شاید یکم طول بکشه که امیدواریم نکشه. خب من ویدیو رو پاز میکنم، زمانی که این استال شد دوباره ادامه قضیه رو با هم خواهیم داشت. خب ما این پکیج رو با منفعت این استال کردیم، نسخه 2.24.0 هستش، حالا ممکنه عدد شما فرق داشته باشه. خب برگردیم اینجا، میگیم که ایمپورت کن ریکوست رو. میگم که اینجا یه دونه متغیر به نام ریزالت دارم، خروجیم رو بیا از چی میگیم؟ میگیم شیر ریکوست رو استفاده کن، کلاس ریکوست رو استرش حتما مهمه. دات گت یه چیزی میخوام برم از یه جای برام بیاریم. میگه از کجا آدرس خوب حتما توی دابل کوتیشن باید باشه. همین یارل بارا رو فعلا برمیدارم. دقت کنید که اینجا یه سری چیزها به صورت ثابت گذاشته شده، از جمله این زیپ کد و دیستنس، که حالا اینها رو ما کاری باشیم، فقط زیپ کد رو ما به صورت پارامتر ارسال میکنیم برای این ریکوست اون بعدن. خب من ریزالت رو گرفتم. ریزالت اینجا در قالب یه رشته جیسون هستش، میگیم در یه قالب ترای کچ که یه خطایی هم داره من اون رو بتونم بگیرم. اکسپشن از ای. خب میگه چیکار میخوای بکنی؟ میگم بیا یه متغیر به نام API دارم، از جیسون دات لودز استفاده کن. لودز این ریزالت داد یه متغیر داره به نام کانتنت، اطلاعات برگشت توی کانتنت از ریزالت هست، این رو برای من بگیر و پارسش کن، یه شیء جیسون به من بده. خب بیا اگه نشد میگم یه دونه ارور به من پاس بده که من بعدا ببینم. خب من اینو آمادهش کردم بچه ها، اگه یادتون باشه در جلسات گذشته گفتیم که این پارامتر سوم برای ارسال اطلاعاتی است که ما اینجا روشون کار میکنیم به درون اون فایل HTML مون. یه دیکشنری هستش که دیکشنری هم یه زوج مقدار داره، یه کلید داره که واسه میشه میذارن API اینجا و همین مقدار API رو هم براش ارسال میکنم. حالا الزاما هم نام نباید باشن، اینجا حالا هم نام شده، مهم هم نیست. خب بریم فایل index.html مون. برای دسترسی به اطلاعاتی که ما اینجا ارسال میکنیم بچه‌ها، یادتون باشه قبلا گفتیم برای حالا حلقه های کنترلی یا چیزایی که بالا میبینیم مثل بلاک و اکستندینا علامت آکولاد باز و درصد رو داشتیم، اما برای دسترسی به اطلاعات ارسالیمون دو تا علامت آکولاد بعد بذاریم. خب برای این مثلا API کل API ارسال رو چاپ میکنه. خب اول کار ببینیم اصلا ما چی داریم. یه دونه هم بیار اینجا بذارم من، یه خط بره پایین فعلا. اوکی خب بریم تست کنیم، مرورگرمون رو باز کنیم. خب من یه رفرش انجام میدم، اطلاعات در پشت صحنه میره از سایت ارناو اطلاعات رو برمیداره میاره و یک آرایه به من اینجا نشون میده، یک لیست هستش که علامت لیست توی پایتون گفتیم چیه؟ براکت هستش. خب من در لیستم چند قلم اطلاعات دارم، هر آکولاد نشون دهنده یک سری از اطلاعات دریافتی من هست که از اینجا شروع میشه تا این قسمت زوج اطلاعات اول من اینجا کامل میشه که حالا AQI 40 و کاتگوری گود رو من میده. دوباره اطلاعات بعدی حالا برای اگه دقت کنید یه دونه چیز اینجا داریم تحت عنوان PM، اینجا برای PM 2.5 هست که حالا آیتمی خودشون توی سایتشون بر اساس تفکیک های انجام میدن و بالای حالت عادیش هستش. ما فقط با همین لیست اول کار داریم بچه ها، با همین آیتم اول توی لیستمون. پس اینجا من میتونم بیام توی ویژوال استودیو کد بگم API .0 عنصر اول رو برای من چاپ کن. سینتکس دسترسی به لیست توی حالا تمپلیت اون به این صورت هستش. خب یه بار دیگه بیام صفحه رو رفرش کنیم، می‌بینید که فقط اون قلمداد اول رو برای من میاره. خب من اینجا میتونم بیام اینها رو بر اساس آیتم هایی که اینجا توی کلیدها گذاشته واکشی کنم. به عنوان مثال اینو برداریم بریم، میگم خب اینو که چاپ کردی بیا API.0. یه کلم کلیدشو میگم این کلیده رو میخوام. حالا همینو کپی کنیم چند بار، 2 تا 3 تا 4 این قسمت ها رو پاک کنیم و چند تا قلم داده دیگر رو بیاریم، مثلا حالا اون لاتیتود رو بیاریم.
پیست کنیم لانگیتود و در نهایت آیتم اصلی که اینجا نیاز داریم کاتگوری رو. بعد خب ای کیو آی هم چاپ میکنیم الان مشکل نداره. میگم کاتگوری رو چاپ کن و یه بار دیگه کپی بگی پیست کن و انجام بده ای کیو آی. خب رفرش کنیم و سایتمون رو یه بار دیگه بیاریم بالا. بله شما اجازه دارین، دسترسی دارین. خب بین اطلاعات یه بیار هم بعد میذاشتیم که یادمون رفت. بذارین این کارم انجام بدین. کپی میکنه میگیم شما اینجا یه بیار، یه بیار، یه بیار، یه بیار و یه دونه بیار هم شما اینجا. خب همون اطلاعات رو من از بالا واکشی کردم، تاریخ رو، لاتیتود و لانگیتود، اون عدد که اینجا ارائه شده برای AQI مون یا Air Quality Index و در نهایت وضعیتی که داره، که اینم این قسمتش برای من مهمه، نیمه، که حالا اینا رو ما بعدا میایم تفکیک میکنیم بر اساس این نیم کالر بندی انجام میدیم، که به چیزی که حالا در صفحه اصلی ارنا وجود داشت قبلا هم دیدیم با هم. خب این ویدیو دیگه مقدار طولانی شده، من اینجا کات میکنم و در جلسه بعد ظاهر این قسمت رو یکم تغییر میدیم که اطلاعات دریافتیمون در یک قالب شکیل نمایش داده بشه و دیگه با هلو ورلد هم خدافظی میکنیم و بعد سراغ عملیاتی کردن دکمه سرچ این بالا خواهیم رفتش. امیدوارم که از مطالب این جلسه نهایت استفاده رو برده باشیم. تا جلسه بعد خدا نگهدار.